چرا باید توی تنظیمات گوشی‌ها یه سری چیزا باشه که به هیچ دردی نخوره مصرف اینترنت و باتری هم ببره بالا؟ چرا واقعا؟ با سلام به موبکس وکس دوست داشتنی من مهدی شجری هم و امروز می‌خوام ۷۰ تا تنظیمی که توی گوشی‌های اندرویدی باید همین الان خاموششون بکنید تا توی مصرف باتری و اینترنت صرفه جویی کرده باشید رو بهتون بگم چی شد که رفتیم رو گوشی های اندرویدی چون دقیقا یه همچین ویدیویی رو برای گوشی های آیفون ساختم اونجا 13 تا تنظیمی که باید خاموش کنید رو گفته بودم که بیشتر از 150 هزار تا دیده شد تو اینستاگرام و یوتیوب تصمیم گرفتم که برای انرودیام هم بگم این آموزش چند تا بخش مختلف داره که دونه دونه میریم سراغ بخشاش بخش اولش مربوط به گوگله قبل از اینکه بریم سراغ تنظیمات گوگل همین الان لطف کنید چنل منو سابسکرایب کنید زنگوله بغلش هم تب بکنید دمتون گرمه بریم سراغ تنظیماتی که توی گوگل باید خاموش بشن خب بریم سراغ تنظیمات گوگل اول وارد ستین بشین توی ستینگ بگردین دنبال قسمت اکانت اند بکاپ توی این قسمت اون بالا روی اکانت بزنید اینجا اکانت گوگلی که ثبت کردید رو واردش بشین توی این صفحه‌ای که میاد اینجا روی سینک اکانت بزنید اینجا نگاه کنید همه این سینک روشنه در حالی که شما شاید اصلا به گوگل پلی موزیک اصلا نیاز نداشته باشین شما شاید به احتمال خیلی قوی به گوگل فیت دیتا احتیاج ندارین اونایی که میخواین رو روشن بذارید اونایی که نمیخواین رو خاموشش کنید که توی مصرف باتریتون و همچنین مصرف اینترنتتون صرفه جویی بشه این قسمت اول حالا بریم توی بقیه تنظیمات مربوط به گوگل که دوباره توی همین سیتینگ اصلا یه بخشی وجود داره به اسم گوگل وارد تنظیمات گوگل که بشین همین اول اون بالا روی این سه نقطه بزنید اینجا یه یوزیج اند دایناستیک داره اگه اشتباه نگم شو اینجا باز این روشنه اینجا داره بهمون توضیح میده که به صورت خودکار تمام اطلاعات ما برای گوگل فرستاده میشه که بتونه عملکرد بهینه ای داشته باشه توی آنالیز دیتای ما و چیزهای مختلف مثل لوکیشن و اینها که ما اینو خاموش میکنیم اصلا نیازی نداریم که همچین چیزی روشن باشه این بخش رو هم باید خاموش بکنید یعنی بهتره که خاموش بکنید یه قدم میایم عقبتر اینجا روی منیج یور گوگل اکانت بزنید وارد اکانت گوگلتون میشه وارد که شد اینجا تب‌های مختلف هست توی تب های مختلف برین روی دیتا اند پرسونالیزیشن اینجا یه قسمتی وجود داره به اسم لوکیشن هیستوری توی قسمت لوکیشن هیستوری این باید خاموش باشه یعنی این لوکیشن در حقیقت میاد دیتکت میکنه جاهایی که شما رفتین رو ثبت میکنه توی هیستوری خودش نگه میداره این الان خاموش بود شما که وارد بشین برای اولین بار این احتمالا روشنه که اینو بزنید و پازش بکنید که دیگه خاموش باشه اما قسمت دیگه ای که توی تنظیمات گوگل باید بهش توجه بکنید اینه که کلا از اینجا بیاید بیرون توی همین بخش اول گوگل یه قسمتی وجود داره به اسم ادز وارد ادز که بشید opt, of, opt opt out of ad personalization رو روشن بکنید که تبلیغاتی که از طریق گوگل قرار برای شما بیاد بهینه بشه و توی مصرف باتریتون و همچنین مصرف اینترنتتون تأثیر گذار باشه خب این از تنظیمات گوگل حالا میریم سراغ تنظیمات مربوط به اپلیکیشن ها اپلیکیشن ها جز جدا ناپذیری از اسمارتفون ها هستند. چقدر کتابی و من چقدر خفنم و اینا ولی خب توی بخش اپلیکیشن هم یه سری تنظیمات خیلی مهم هست که حتما باید خاموششون بکنید دلیلشونو رو بهتون میگم خب بریم سراغ تنظیمات مربوط به اپلیکیشن ها برای این کار بگردین توی ستینگ دنبال اپس وارد اپس که بشین اول بدون اینکه بخوام وارد اپ مختلفی بشم این سه نقطه بالا رو بزنید اینجا اسپشیال اکسس رو انتخاب بکنید توی این اسپشیال اکسس یه قسمتی وجود داره به اسم آنیستال آن نون اپ وارد این قسمت که بشین اپلیکیشن های مختلفی که ازشون قابلیت نصب اپلیکیشن های دیگه وجود داره رو اینجا بهتون نشون میده ما ایرانی ها چون خیلی عادت داریم که از جاهای معتبر اپلیکیشن رو دانلود نمی کنیم یه سری دسترسی اینجا وجود داره که خوبه که این دسترسی ها رو ببندیم حالا به عنوان مثال شما اگر توی گوگل کرومتون اجازه بدین که اپلیکیشن های مختلف نصب بشه روی گوشی مشکلی وجود نداره شما خودتون سرچ کردین و نصب میکنین اما ما چون میایم از نسخه های متفرقه تلگرام استفاده میکنیم مثل این تلگراف خوبه که وارد این اپلیکیشن های مختلفی که توی این لیست هست باشین و این تیکه رو خاموش بکنید که اپلیکیشن اجازه نداشته باشن از منابع غیر معتبر روی گوشیتون نصب بشن اینجا یه خیلی اپلیکیشن هست اونایی که نمیخواید رو واردش باشید و خاموش بکنید حالا این کافه بازاره که خاموش بکنید دیگه نمیتونید اپ بکنید این از این این قسمت اول اما یه قدم میایم عقبتر توی اینجا لیست اپلیکیشن ما وجود داره یه خیلی اپلیکیشن هستن که وقتی استفاده نمیشن توی بکگران دارن از دیتای ما استفاده میکنن مثلا من وارد اپلیکیشن فیسبوک میشم توی این قسمت اینجا این بالا یه دونه موبایل دیتا هست وارد موبایل دیتا که بشین اینجا نوشته الو background دیتا usage یا الو الو background دیتا usage که اینجا داره میگه که موقعی که از این اپلیکیشن استفاده نمیشه توی بکگراند داره از دیتا ما استفاده میکنه این تیکر رو بهتره که خاموشش بکنیم روی اپلیکیشنایی که نمیخوایم روی بکگراند ما کار بکنن یعنی های ما رو استفاده بکنن موقعی که ازشون استفاده ای نمیشه این هم تنظیم بعدی که باید توی قسمت اپلیکیشن ها توجه بکنید اما تو همین قسمت اپلیکیشن ها یه بخش دیگه ای وجود داره به اسم پرمیشن یعنی دسترسی هایی که اپلیکیشن های مختلف میگیرن مثلا فیسبوک به این دوتا دسترسی داره یعنی به کانتکت های من و به تلفن من در حالی که اصلا فیسبوک چرا باید به تلفن من دسترسی داشته باشه این رو هم خوبه که وارد بشین توی اپلیکیشن های مختلف بگردین و دسترسی هایی که لازم نیست اپلیکیشن ها داشته باشن رو قطع بکنید توی قسمت وارد هر اپلیکیشن که بشین اینجای پرمیشن هست گزینه بالایش نوتیفیکیشنه که اگر خسته میشید از مثل بازی های مختلف از اپلیکیشن های مختلف که هیچ موقع به نوتیفیکیشن هاشون توجهی نمی کنید وارد اپلیکیشن های مختلف که بشین میتونید خاموش بکنید که دیگه هیچ نوتیفیکیشنی ازش دریافت نکنید اینجوری توی مصرف باتری و اینترنت خیلی صرفه جویی میشه پس یه بار دیگه حالا من روی یه اپلیکیشن دیگه برم بهتون نشون بدم مثلا مستر تهران یه اپلیکیشن ایرانی دوباره اینجا این رو باید میتونید قطع بکنید که توی بکگراند استفاده ای از دیتای شما نداشته باشه توی نوتیفیکیشنش نوتیفیکیشن مختلفش رو میتونید کلا قطع بکنید یا اینکه به صورت هدفمند و خیلی دستبندی شده قطع بکنید نوتیفیکیشن هاشو دسترسی هم از اینجا مثلا این دسترسی به استوریج داره این نکته رو هم توجه بکنید که یه سری از اپلیکیشن ها رو اگر یه سری از دسترسی هاشون رو بگیرید دیگه نمیتونن کار بکنن مثلا اگر دسترسی حافظه رو از این بگیرم احتمالا دیگه از کار میفته و نمیتونه کار بکنه به خاطر همین الان این دسترسی زیادی نداره مثلا به کانتکت های من دسترسی نداره اگر دسترسی داشت بهتر بود که قطع بکنم چون نیازی ندارن یه سری از اپلیکیشن ها به یه سری از چیزا دسترسی داشته باشن خب اینم از این از اینجا به بعد یه سری خورده تنظیمات هستش که برای اینکه پکیج کامل بشه اینا رو هم میریم که داشته باشیم همین الان خاموش کنید. بریم ببینیم. اما بریم سراغ خورده تنظیماتی که بهتر قطع بکنید. وارد ستیم که بشین توی قسمت لوکیشن اینجا یه بخشی وجود داره به اسم ایمپروو اکریسی. وارد ایمپروو اکریسی که بشین اینجا داره میگه که از وایفای و بلوتوث اسکن میکنه و... کمک میگیره که بتونه لوکیشنتون رو ثبت بکنه که همین باعث میشه که خیلی مصرف باتیتون افزایش پیدا بکنه که بهتون پیشنهاد میکنم این قسمت رو هم توی ایمپروف اکرسی توی قسمت لوکیشن قطع بکنید اما توی گوشی های سامسونگ یه بخشی وجود داره توی کانکشن وارد کانکشن که بشین اینجا توی مور کانکشن setting وارد که بشین اینجا نوشته نیربای دیوایس اسکنینگ این میاد گوشی های نزدیک و دیوایس های نزدیک رو اسکن میکنه که بتونه کانکشن بهتری برقرار بکنه که باعث افزایش مصرف باتری میشه و توصیه میکنم که این قسمت رو هم آف بکنید اما تنظیمات بعدی که خوبه بهش رعایت بکنید و توی مصرف اینترنت خیلی میتونه بهتون کمک بکنه تنظیماتیه که مربوط به گوگل پلی میشه ما وارد پلی استور میشیم تنظیمات مربوط به گوگل پلی اینجا که وارد شدین روی این سه خط این کنج بزنید برید توی ستینگ وارد ستینگ که شدین اینجا دو تا بخش وجود داره اتو آپدیت اپس که اگر وارد بشین میتونید کلا اتو آپدیتش رو قطع بکنید که اینجوری باعث میشه که همینجوری خود به خود اپلیکیشن ها آپدیتشون شروع نشه و اینترنت شما بیخودی مصرف نشه شاید یه خیلی اپلیکیشن باشه که شما نخواید آپدیت بشن اینجا سه تا گزینه داره یا اینکه هم از وایفای هم از موبایل دیتاتون استفاده بکنه که خب اگر نخواهید با مثلا دیتا موبایلتون سیم کارتتون اینترنتش مصرف بشه بهتره که بذارین رو اوور وای فای اونلی یعنی موقعی که به وای فای فقط وصله ولی من بهتون توصیه میکنم که بذارید اینجا خودتون هر از چندگاهی بیایید و چک بکنید ببینید کدوم یکی از اپلیکیشن هاتون آپدیت براش اومده یه قسمت هم پایینش هست اتو پلی ویدیو توی اپلیکیشن ها و بازی های مختلفی که توی گوگل پلی هست یه خیلیشون یه سری ویدیو دارن برای معرفیشون که اینا به صورت خود به خود شروع میکنم به پلی شدن که باعث میشه اینترنت شما علکی مصرف بشه که اینجا هم روی هم وای فای و سیم کارت داره هم فقط وای فای داره و من باز هم توصیه میکنم که این رو هم بذارین روی دونت اوتو پلی ویدیوز که مصرف اینترنتتون کمتر بشه خیلی خوب این هم از تنظیماتی که مربوط به پلی استور یا گوگل پلی خودمون میشه نکته دیگه ای نیست تمام تنظیماتی که توی گوشی های اندرویدی باید خاموش بکنید رو بهتون نگفتم چون اگه میخواستم بگم خیلی طولانی میشد ویدیو ولی بخش اولش رو بهتون گفتم حتما این کارا رو انجام بدید اگر دوست داشتید من نمیتونم زورتون بکنم ولی خوبه که انجام بدین برای بهینه تر شدن مصرف باتری و اینترنت دمتون گرم که تا این آخر با من اومدین لایک و کامنت و فالو و سابسکرایب به کانال یوتیوب فراموش نشه که باعث دلگرمیه چون میدونم توی کامنت ها میپرسید این گوشی هم که امروز باش کار کردم گلکسی نوت 9 سامسونگ که اندروید 10 و وانیای دو روش نصب بود شاید تو گوشه های اندرویدی دیگه یه سری مسیرها فرق بکنه که بگردید پیدا میکنید دیگه اون عنوانایی که بهتون گفتم و توی ستینگ سرچ بکنید براتون میاد و یه نکته دیگه شاید خیلیاتون بگید که چرا روی تنظیمات فارسی این کارو نکردین دلیلش رو نمیدونم چون انگلیسی راحت تره برای اینکه خیلی راحت بتونید این ویدیو رو عملی بکنید قبل از اینکه برید سراغ تنظیمات مختلف اگه زبان گوشیتون فارسیه چی تغییرش بدین به انگلیسی و دوباره برگردونش به فارسی دیگه بعد اینکه تنظیمات رو انجام دادید قدم به قدم با این ویدیو پیش برید و کار تمامه دمتون گرم که تا این آخر با من اومدین لایک و کامنتو که بهتون گفتم باعث دلگرمیه من شما رو تو ویدیو بعدی خواهم دید مرسی از همراهیتون